سرخط خبرها. نگرانی نهادهای ناظر بر انتخابات از احتمال مدیریت نادرست آرا از سوی کمپانی درملک. افزایش 39% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. و سفر دکتر عبدالله رئیس اجرایه به تاشکند. رئیس اجرایه در این سفر در 18 نشست سران کشورهای سازمان امطاری های شانگهای اشراف می کند. تقدیم سلام و وقتتان بخیر. با وسیله خبری ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 10 ماه عقرب سال 1398 خورشید که برابر می شود با اول ماه نوامبر سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. نهادهای ناظر بر انتخابات از احتمال مدیریت نادرست آرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شرکت درملک ابراز نگرانی دارند. مسئولان نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند بانک شرکت درملک وعده داده بود که روند تصفیه آرا را در مدت 2 روز به پایان میرساند، اما تا اکنون این روند به پایان نرسیده است. این نهادها از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که بر شرکت درملک فشار آورند تا نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به تعویق نیفتد. همزمان با افزایش انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات از مدیریت درست آرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شرکت درملک ابراز نگرانی کرده هشدار می‌دهند که احتمال دارد این شرکت در نتایج انتخابات دست برد بزند. به گفته نهادهای ناظر بر انتخابات، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نیز از روند تصفیه آرا از سوی کمپانی درملک مطمئن نیست و بر جدا کردن آرای سیاه از سفید از سوی شرکت درملک در شک و تردید قرار گرفتند. مسئولان تیفا میگویند که شرکت درملک برای کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگو نیست. نهادهای ناظر همچنان استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر پرسش برده، میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات نباید اجازه میداد تا اداره اطلاعات رای دهندگان به دست یک شرکت بیرونی قرار گیرد. ما نگران از این وضعیت هستیم. ما به هیچ وجه نمیخوایم که پروسه بیشتر دنباله دار شود. وقتی که میگن که تقویم انتخاباتی باید مراعات شود، یعنی او به معنای از این باشه که هیچ کسی از او حدود خود باید خارج نسازه. رئیس نهاد تیفا میافزاید با آنکه شرکت درملک وعده داده بود که روند تصفیه آرا را در مدت 2 روز به پایان میرساند، اما تا کنون این روند به پایان نرسیده و کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند نتایج ابتدایی را اعلام کند. به باور نهادهای ناظر بر انتخابات، اگر کمپانی درملک این گونه روند تصفیه آرا را به پیش ببرد، ممکن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر در وقت تعیین شده آن اعلام نشود. نهادهای ناظر بر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که بر شرکت درملک که مسئولیت روند تصفیه آرا را دارد فشار آورد تا روند تصفیه آرا را هر چه زودتر به پایان رسانده و نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. حال کمپانی درملک هم حساسیت سیاسی افغانستان، حساسیت اجتماعی و انتخاباتی افغانستان را درک بکنه. با گذشت هر زمان و هر روز ما وارد یک فاز بحران میشیم، یک حالت میشیم که تمام با شک و تردید است. حتی خود اعتبار کمپانی پیش مردم و شرکای سیاسی انتخاب زیر سوال میه. پس نهایتا باید تمام طرف ها با جدیت این موضوع تعقیب کنند، خصوصا که کمیسیون انتخابات.
این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که شرکتی در ملوک 47,000 عکس رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری را قابل بررسی تشخیص داده و به این کمیسیون فرستاده است. سیگار یا اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که تلفات غیر نظامیان در ماه‌های اخیر سال روان میلادی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. این اداره در گزارش روبار خیش گفته است که تلفات غیر نظامیان در 3 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 39% افزایش یافته است. در این گزارش همچون ولایت‌های ننگرهار، لوگر و زابل خطرناکترین ولایت‌ها برای غیر نظامیان گفته شده است. از سوی هم این گزارش در مورد تلفات نظامیان گفته که در سال 2019 میلادی تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان 5% افزایش یافته و همچون 17 تن از نیروهای آمریکایی جان باختند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش روبار خش میگوید که تلفات غیر نظامیان در ربع سوم سال 2019 میلادی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش به نقل از مأموریت حمایت قاطع با کانگرس آمریکا گفته است که در 3 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل افزایش حملات گروه‌های حراس افغانی تلفات غیر نظامیان در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 39% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است در جریان 9 ماه نخست سال 2019 ارقام تلفات غیر نظامیان 7260 تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 6% افزایش را نشان می دهد. در این میان ماه جولای با 1437 و سپتامبر با 1292 کشته و زخمی پرخشونت ترین ماه در سال جاری در افغانستان بوده است. همچنان ولایت های ننگرهار، لوگر و زابل خطرناکترین ولایات برای غیر نظامیان بوده، در حالی که در همین ربع سال گذشته میلادی هلمند، نورستان و ننگرهار خطرناکترین ولایات گفته شده بود. در بخش دیگر این گزارش همچنان در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی پرداخته شده است. سیگار در این بخش بر اساس معلومات مأموریت حمایت قاطع گفته است که از تاریخ اول جون تا 31 سپتامبر سال جاری میلادی تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نیز 5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی افغان 60% این تلفات را در حالت دفاعی متحمل شدند. در این گزارش در مورد تلفات نظامیان آمریکایی نیز پرداخته شده است. در بخش از این گزارش آمده است بر اساس معلومات وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از 16 جولای تا 16 اکتبر 7 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده که شمار مجموعی تلفات آمریکایی ها در جریان سال 2019 در افغانستان را به 17 تن میرساند. در جریان همین سال 124 نظامی آمریکایی نیز زخمی شدند که در مقایسه با 5 سال گذشته بیشترین رقم را نشان می‌دهد. این در حالی است که قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا گزارش داده است که تنها در ماه سپتامبر سال جاری نیروهای آمریکایی 948 حمله هوایی در افغانستان انجام دادند و 2531 عملیات زمینی نیز از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام شده است، در حالی که مجموع عملیات های سال گذشته نیروهای افغان 2365 عملیات بوده است.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با منظور شرکت در 18 نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای امروز به تاشکند پایتخت ازبکستان رفت. ریاست اجرایی میگوید که آقای عبدالله در حاشیه این نشست با قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجکستان دیدار کرده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که دو طرف درباره مسائل مربوط به انتخابات، امنیت و صلح در افغانستان گفتگو کردند. بر بنیاد این خبرنامه نخست وزیر تاجکستان صلح در افغانستان را برای تاجکستان با اهمیت خوانده و گفته است که ترانزیت، انتقال انرژی و عملی شدن برنامه‌های بزرگ منطقوی به امنیت در افغانستان بستگی دارد. 18 نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای برای 2 روز برگزار می شود و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به نمایندگی از افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلاهای کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره بر تلاش ها برای تقلب در نتایج انتخابات میگویند افراد که متهم به تخلفند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. خطیبان نماز جمعه همچون از کمیسیون های انتخاباتی میخوان که با در نظر داشته وضعیت کنونی آرای پاک را از ناپاک تفکیک نموده و نتایج انتخابات را بر اساس آرای شفاف و مردم اعلام کنند. از سوی هم ملا امامان مساجد با اشاره بر اهمیت صلح میگویند چالش های موجود زمان ریشه‌کن خواهد شد که صلح دائمی و سراسری تامین گردد. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلی های کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره بر تلاش ها برای تقلب در نتایج انتخابات می گویند افرادی که متهم به تخلفند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. خطیبان نماز جمعه همچنان از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که با در نظر داشت وضعیت کنونی آرای پاک و ناپاک را تفکیک نموده و نتایج انتخابات را بر اساس آرای شفاف مردم اعلام کنند. اول اعلان کرد به 27 ماه میزان، بعد گفت هفته دیگر باید به تاخیر میزان. حالا اعلان کرده که در 23 عقرب اعلان میشود، نتیجه مثلا ابتدای انتخابات. هر انسانی که قصد خیانت با آرای مردم را دارد، بدون ترس، بدون واهمه، با شجاعت و با شهامت تمام باید به نهادهای عدلی و نهادهای قضایی مملکت معرفی کند. از سوی هم این ملا امامان مساجد یک بار دیگر بر ضرورت تأمین صلح و ثبات در کشور تاکید می‌ورزند. آنان با اشاره بر مشکلات موجود می‌گویند این چالش ها زمانی در افغانستان به صورت بنیادی ریشه‌کن می‌شود که صلح، آشتی و برادری به وجود آید. اگر ما بخواهیم مشکل افغانستان ریشه‌ای حل شود، باید صلح و صفا و آشتی و برادری در این مملکت باید به وجود. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بر تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند. حمله تهاجمی گروه طالبان بالای پست‌های نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب عقب زده شد. مقام‌های امنیتی این ولایت می‌گویند که گروه طالبان بالای پست‌های امنیتی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب حمله تهاجمی کردند و با کشته شدن بیش از 50 تن از جنگجویان این گروه مشمول 3 سرکرده‌شان این حمله به عقب زده شد. با گفته سخنگوی قماندانی امنی ولایت فاریاب در این درگیری ها همچون 4 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشته و 5 غیر نظامی در اثر انفجار ماین کشته شدند. مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که حمله تهاجمی گروه طالبان بالای پسته های نیروهای امنیتی ولسوالی پشتونکوت این ولایت به عقب رانده شده است.
به گفته این مسئولین جنگجویان گروه طالبان بالای پسته های نیروهای امنیتی در قریه گدای قلعه منطقه خواجه ناموسای ولسوالی پشتونکود ولایت فاریاب حمله کردند که پس از مقاومت شدید نیروهای امنیتی به شکست مواجه شدند. و گفته یانان در درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان صورت گرفته 53 تن از اعضای گروه طالب مشمول 3 سرکرده این گروه کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. آنان همچنان می افزایند که در این درگیری 4 تن از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشتند. طالبان مسلح حمله تهاجمی و اشعری را بالای پوسته های امنیتی و بیز امنیتی ما که در قسمت قریه گدای قلعه ولسوالی پشتونکوت است اینجا آغاز کرده بودند که خوشبختانه حملهشان به موقع دفع و طرد و به عقب زده شد که در نتیجه 53 طالب مسلح که مشمول 3 سرگروپشان است به نام های قاری علاودین، قاری محمدین و قاری حمیدالله اینا هم شامل کشته شده ها است و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این حال سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فاریاب می افزاید که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی پشتونکود این ولایت 5 کودک کشته و 1 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته وی این رویداد در مسیر راه روستای گدای قلعه ولسوالی پشتونکود رخ داده است. بر اثر برخم ماینده که دشمن جابجا قبیده قسمت گدای قلعه که ولی خواه خلیده که نیروهای امنیت بزده مورد ضربات قرار بیشته که بر اثر انفجار بومان بیش طفل که افراد ملکی ده که بله بین سنین 8 یا شگده بله شهید بوگن و بر نفرم زخمی بوگن افراد ملکی دن. گفتنی است که ولایت فاریاب یکی از ولایت‌های ناامن در شمال کشور است. گروه طالبان در بخش‌های این ولایت حضور و فعالیت دارند. عدم پاکسازی ولسوالی های ناامن ولایت قندوز از وجود گروه های مخالف مسلح دولت بسیاری از باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. شماره از باشندگان ولایت قندوز نیروهای امنیتی را با کمکاری و بیتوجهی در عدم تامین امنیت این ولایت متهم کرده و میگویند با وجود راه اندازی چندین عملیات برای پاکسازی بخش های ناامن ولایت قندوز هنوز هم برخی از ولسوالی های این ولایت از وجود گروه طالبان پاکسازی نشده است و با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه است. باشندگان ولایت قندوز از نهادهای امنیتی خواستند تا در پاکسازی مناطق ناامن این ولایت توجه جدی نمایند. قندوز ولایتی که هر از گاهی گواه حملات تهاجمی گروه طالبان بوده است، چند روز پیش در یک حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز بیش از 18 تن از نیروهای خیزش مردمی و پلیس کشته شدند. گفته می شود اخیراً ناامنی ها و جنگ های گسترده بار دیگر در شماری از ولسوالی های قندوز از جمله دشت ارچی، خان‌آباد، امام صاحب و برخی مناطق دیگر این ولایت تشدید یافته است. باشندگان قندوز با اشاره به اینکه حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم را دارد میگویند که باشندگان این ولایت نسبت به وضع امنیتی ولایت قندوز نگرانی جدی دارند. به گفته باشندگان ولایت قندوز با آنکه نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد همه روزه به خاک و خون کشیده میشوند، اما مسئولان و مدیران امنیتی نسبت به این مسئله هیچ توجه جدی ندارند. با این حال مسئولان امنیتی این ولایت بر پاکسازی ولسوالی ناامن ولایت قندوز از وجود گروه طالبان تاکید کرده و میگویند که ولسوالی در شهرچه قندوز را به صورت کامل از وجود گروه های مخالف مسلح دولت پاکسازی کرده است. دقیقا ولسوالی در شهرچه که سنده قبل با تصرف مخالفین در آمده بود، بعد از عملیات دوباره نیروی امنیتی و دفاعی دانستند در شهرچه را مکمل تصفیه بکنند. فیلن مصروف تکیمات بیزا و روستا هستند. اما باشندگان ولایت قندوز از چگونگی راه اندازی عملیات ها برای پاکسازی این ولایت از وجود گروه های مخالف مسلح دولت انتقاد کرده و میگوید عملیات های نظامی که به هدف پاکسازی ولسوالی های ناامن ولایت قندوز از وجود گروه های مخالف مسلح دولت راه اندازی گردیده بود به صورت مقطعی در مناطق قندوز انجام شده و آنطوری که توقع می رود کارساز نبوده است.
زیرا طالبان مسلح بار دیگر حملاتشان را در مناطق و ولسوالی های مختلف ولایت قندوز افزایش داده است. از افزایش ناامنی ها و تلفات نیروهای امنیتی در بخش های مختلف کشور در حال انتقاد می شود که قرار است ولسی جرگه هفته آینده لیدرستیز را در پیوند به افزایش ناامنی ها و تلفات نیروهای امنیتی در میدان های نبرد به این مجلس فراخواند. بازار و دکان و مردم باز است. ادارات دولتی در حال فعال شدن است. نیرو امنیتی عمل انده اونجا به کار فلان آغاز کردیم. مشکل جدی در ورسالی در شدید تا فلان دیده نمیشه. نگرانی از تشدید نارامی ها در قندوز در حال مطرح می شود که شهر قندوز در کمتر از 5 سال گذشته دوباره به دست طالبان سقوط کرده است. طالبان مسلح اوائل سال جاری خورشیدی نیز با راه اندازی حملات گسترده وارد بخش های از شهر قندوز شدند، اما با واکنش سریع نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی شدند و با شکست مواجه شدند. جنازه یکی از قربانیان نیروهای امنیتی که در اثر انفجار ماین در مسیر شاهراه هرات جان باخته بود امروز در کابل به خاک سپرده شد. عبدالله 28 ساله 5 سال پیش به صف اردوی ملی پیوسته بود و چند قبل زمانی که از ولایت فرا به طرف هرات در حرکت بود تانک حاملش با ماین جاسوسی شده برخورد کرده و جان باخت. نزدیکان این منصوب اردوی ملی در مراسم خاکسپاری و مسئولان نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در راستای تجهیز و رسیدگی به نیروهای امنیتی در سنگرهای نبرد متهم می‌کنند و می‌گویند که مدیریت نادرست جنگ همواره از نیروهای امنیتی قربانی گرفته است. عبدالله 28 ساله پدر یک فرزند بود و تا چند روز پیش در کنار سایر همقطارانش در مناطق مختلف کشور در سنگهای نبرد به سر می برد. عبدالله حیدری در آخرین پست فیسبوکیش نوشته است که وظیفه سختی در پیش دارم و اگر رفتم حلالم کنید. ظاهرا وی از همین وظیفه که خود یاد آور شده بر نگشته و امروز پیکر بیروحی وی به کابل رسیده و در دامنه های کوه قورق دفن خاک شد. عبدالله حیدری زمانی که از ولایت فرا به طرف هرات در حرکت بود تانک حاملش با ماین جاسازی شده برخورد کرد و جان باخت. این مرد کهنسال با کوهی درد اینجا کنار جسم بیروحی پسرش آمده و برای آخرین بار با پسرش وداع می کند. پدر عبدالله می گوید پسرش تنها نان آور خانه بود و از وی یک فرزند 7 ساله به جا مانده است. اونم یک بچه داره که نلغه دیگه یک 3 سرش بس. 28 ساله عمر داشت. دیگه چند وقت میشه در هرات در اردو بود، چند وقت هم چی بود؟ گارد والی هرات بود. باز نمیفهم برای کدام ماموریت اینا رای کرده بوده بود. باز اون دم جنگ هم رسیده بود، نه رسیده بود، اینا مین بول کرده بود. اون دم جنگ شهید شدن. باز اون ملک بشه 6 ساله یا دقیق نمیفهم که 6 نیمه. این دمی خونه بشه داره، یک مزنشه، یک پدر پیر داره و بس خلاص. دیگه کدام کس نانوارن دیگه در خونه ندارن. سایر نزدیکان و اعضای خانواده وی نیز از خاطراتشان با عبدالله یادآور می شوند و می گویند که اینک خانم و تنها پسرش ماندند و درد فراموش نشدنی از دست دادن عبدالله. آنان همچنان مسئولان نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در راستای تجهیز و رسیدگی به نیروهای امنیتی در سنگرهای نبرد متهم می کنند و می گویند که مدیریت نادرست جنگ همواره از نیروهای امنیتی قربانی گرفته است. کسانی که ظلم می کنند، تجاوز می کنند، مسیر راه مردم را ناامن میکنند و به جان، اموال و ناموس مردم دست تعرض دراز میکنند، اینها به هیچ وجه انسانی مسلمان نمیباشند. مدیریت جنگی خیلی ضعیفه. الان اگر مدیریت جنگی ضعیف نباشد این همش شهید و چیز. ما الان که دمی این سوپ شهید را 600 بستر تحویل گرفتیم، لستایش دیدیم که مثلا چی هر روز چقدر شهید میاد، هر روز چقدر دیگه. خوب چی بگادم از این که به همه معلوم است. گفتنی است که مدیریت نادرست جنگ یکی از دلایل عمده وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی گفته می شود. چنانچه سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده ای امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در گزارش تازهش گفته که در 9 ماه سال جاری میلادی 60% تلفات در حالت دفاعی به نیروهای امنیتی وارد شده است.
ده تن از بانوان در ولایت سمنگان با فراگیری آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت از بخش های قابلگی و نرسنگ سند فراغت به دست آوردن. این بانوان با اشاره به مشکلات صحی زنان ولایت سمنگان تعهد می سپارند که برای کاهش مرگ و میر مادران در این ولایت تلاش خواهند کرد. در همین حال مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت سمنگان موجودیت بانوان تحصیل کرده در بخش‌های صحی در این ولایت را نیاز جدی عنوان کرده از فراهم کردن زمینه کار برای این بانوان اطمینان می‌دهند. 40 بانوی سمنگانی با سر کردن کلاه یا نماد فراغت از آموزش، فارغ شدنشان از بخش‌های قابلگی و نرسنگ را جشن گرفتند. موزل مرگ و میر مادران و مشکلات صحی زنان ولایت سمنگان انگیزه شده برای این بانوان تا در این راه قدم بردارند و با استفاده از آموزش‌های مسلکیشان که در این دوره آموزشی آن را فرا گرفتند در کاهش مرگ و میر و مشکلات صحی بانوان این ولایت سهم گیرند. وقتی که در حضرت سلطان بودم خانما به نرس و قابله و دکتر زن ضرورت داشتن، پیش دکترهای مرد رفته نمیتونستن، به او خاطر من ناظر شدم که به بخش نرسنگ رفته و مزر خدمت به مردم خودم شوم. ما سعی به این میکنیم که در اوجه رفته بر مادرها خدمت بکنیم و در سابق که بود ما در قریه خود که بودیم یا در ولسوال خود که بودیم می اختلاطات مرگ و میر مادران را میدیدیم، اما نمیفهمیدیم که می اختلاطات حاملگی هست که از باعث از او یک مادر جان خود از دست میده یا اختلاطات نوزادی است. و هدف ما همی است که ما سر خدمت به وطن خود همچنان خصوصا به مردم هایی که نیازمند هستند از طبقه اوناس، البته در بخش مرگ میر مادران و نوزادان باشم. بدامنی های جاری اما یکی از موضوعات است که نگرانی جدی این بانوان را برانگیخته است. میگویند که نبود امنیت کامل یکی از عمده ترین چالش های فراراه فعالیت هایشان بوده و در شرایط کنونی بانوان کشور و ویژه باشندگان ولایت ناامن نمی توانند به درستی کار و فعالیت کنند. ناامنیت هستند، مثلا جنگ هستند، از حساب طالب و خشونت ها خیلی زیاد هستند، اما دیگه ما امید ما از خداوند هستند که یک سول یک آرامی را در کشور ما ایجاد بکنند تا ما بتانیم در کشور خود خدمت بکنیم. که نام نسته، رسول درس پایین نسته، روی دوا بسته، خورم سارباق است و اینا ناهم نست و تهدید که میکنه طالبا همیشه تهدید میکنه کار نکنید. مسئولان کمیته سیویدن که زمینه این آموزش را برای بانوان سمنگان فراهم کرده از حکومت میخواهند که برای این بانوان زمینه کار و فعالیت ایجاد نماید. ما پیام ما برای دولت و وزارت صحت، ریاست صحتی است که در قسمت استخدام از اینا باید همکاری بکنن تا جایی که بستای وجود داشته باشه بتانن این را جذب بکنن. در همین حال ریاست صحت عامه ولایت سمنگان از نبود تشکیلات در چوکات این ریاست برای جذب تمام فارغین خبر داده اطمینان میدهند که در آینده های نزدیک برای این بانوان زمینه کار را فراهم خواهد کردند. برای فعلا 40 قابلی که 40 بست خالی من فکر نمیکنم و تعداد محدودش و تعدادی که در آینده هم شاید ما بخاطر که ولایت ما درجه دو میشه مربوطات تشکیلات صحی ما در اداره صحت دبی پیچیز شاید بزرگ شده و وقت یک جای بالاتر و جای پای بزرگتر را برای زنا برای پذیریش وجود داره، برای فعلا برای کلاگش نه، ولی در آینده اگر ما ببینیم نظر به تشکیلی که برای ما دولت مرکزی خصوص وزارت صحت در نظر میگیره ما در اولویت این را قرار میدیم. با آنکه وزارت صحت عامه در سالهای اخیر از کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در سراسر کشور خبر می‌دهد، اما هنوز هم این چالش به عنوان معضل عمده فراراه زنان کشور و ویژه مناطق دوردست شمرده می‌شود. در ادامه رویدادهای داخلی حالا هم گزارش از وضعیت آب و هوا. Thank you.
در خارج از کشور. کوریای شمالی امروز جمعه رسما تایید کرد که آزمایش موشکی تازه‌ای را انجام داده است و میگوید که این آزمایش مجددا مربوط به موشک انداز چندگانه بوده و پرتاب‌ها موفق بودند و گفته پیونگیانگ این آزمایش تهدید بر بیکم و کاست بودن سامانه تازه موشک انداز کوریای شمالی است. یک روز پیش از اعلام رسمی این خبر، ارتش کوریای جنوبی گفته بود که همسایه شمالیش دو موشک را به سوی آب‌های میان کوریای جنوبی و ژاپن شلیک کرده. از تایید کوریای شمالی به معنای انجام سومین آزمایش موشک انداز چندگانه در آن کشور است. گروه از تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده هستند که کوریای شمالی دست به انجام آزمایش‌های بیشتر تا پایان سال جاری میلادی خواهد زد. وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تمدید مافیاها در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی با ایران بر حفظ نظارت بر آن اعلام کرد که بخش عمران و ساخت و ساز به خاطر ارتباطی که با سپاه پاسداران دارد تحریم‌های تازه اعمال می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک بیانیه اعلام کرد که تمدید مافیاها در زمینه همکاری اتمی غیر نظامی از خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌کاهد. با خروج ایالات متحده از برنامه جامعه اقدام مشترک در توافق اتمی با ایران در سال پیش، واشنگتن تحریم‌های ایران را دوباره اجرا کرد. و بانک‌های لبنان پس از دو هفته رخصتی به خاطر اعتراضات گسترده در این کشور فعالیت خود را از سر گرفتند. در هفته گذشته لبنان زنه اعتراضات وسیع علیه فساد و مشکلات اقتصادی بود. بانک مرکزی لبنان به صورت رسمی انتقال دارایی از این کشور را ممنوع نکرده و این دلیل که ممکن است بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی این کشور تأثیر بگذارد. معترضان سیاستمداران تمامی جناح‌ها و احزاب را به فساد مالی گسترده متهم می‌کنند و خواستار برکناری کل نظام حاکم از جمله دولت هستند. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. بقیه وقتتان خوب. خدا نگهدار.